دختری که برای پرستاری جا استخدام میشه، اما نمیدونه که این خانواده یه سری شیطان پرست فوق‌العاده وحشیان. گلاسیا سلام. امروز من فیلم The House of the Devil یا خانه شیطان رو ببینیم، محصول سال 2009 که یکی از دوباره خوبای سبک ترس ها که مثل فیلمایی که اواخر گذاشتم اون سرایی هم که توش هست هم اسلشر هم ماوراءالطبیعه است و امیدوارم خوشتون بیاد. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم دختری به اسم سامانتا رو میبینیم که دانشجو و دنبال یه جایی میگره تا بتونه خونه اجاره بکنه. با زنی آشنا میشه که میخواد خونه‌ش رو اجاره بده و این زنم ازش خوشش میاد، میگه تو مثل دخترمی. فقط مشکل اینه که الان پول پیشو نمیخواد ازش بگیره، اما پول یک ماه اولو میخواد. خب سامانتا حتی همون قدم پول نداره. میفهمیم در حال حاضر هم سامانتا با یه نفر همخونه است و توی مسافرخونه زندگی میکنن و وقتی برمیگره به اتاقش میبینه که یه علامت گذاشته رو در که یعنی نه تو دارم رابطه برقرار میکنم. میره بیرون و شروع به دیدن تبلیغ‌های اطراف میکنه، بلکه یه کاری پیدا بکنه که با یه دونه تبلیغ برای استخدام یه پرستار بچه مواجه میشه. با شماره روی اون تماس میگیره اما کسی جواب نمیده و روی پیغامگیر که میره شماره خودشو برای استخدام میذاره. چند لحظه بعد یه نفر به همین تلفن زنگ میزنه و بهش میگه که بیا جلوی یکی از اتاقهای همون دانشکده، اونجا میخوام ببینم تو باهات صحبت بکنم. سامانتا هم خوشحال میشه و سری میره خونه تا لباسشو عوض کنه. میبینه که هم اتاقش هم با دوست پسرش خوابیدن. حاضر میشه لوازمش هم برمیداره و به همون جایی که بهش گفته بودن میره، اما هرچی که میشینه کسی نمیاد تا باهاش مصاحبه بکنه. ساعت ها میذره و در آخر هم با کلافگی به سمت اتاقش برمیگرده. البته که قبلش با بهترین دوستش یعنی میگان قراری میذاره و به رستوران میرن. در مورد اتفاقاتی که افتاده صحبت میکنن و میگه که چقدر پول میخواد و میگان میگه خانواده‌ام برات قرض میکنمش، اما سامانتا قبولی نمیکنه و میگه خودم باید هر جوری شده درش بیارم. بعدم در مورد همون تبلیغ پرستار بچه‌ای که دیده بود صحبت میکنه و میگان میگه که بهتره بری هر کدوم از این تبلیغ‌ها هست از در دیوار دانشکده بکنیشون تا یه موقع کس دیگه جای تو استخدام نشه و منتظر باشی تا بهت زنگ بزنن. سامانتا هم که کلا آدم مهربونی و تو این فازا نیست میگه نه، اگه قسمت باشه من اونجا استخدام میشم. برمیگره به اتاقش میخواد بخوابه که هم اتاقش بیدار میشه و میگه یه نفر زنگ زد کارت داشت. اونم میبینه که همون شماره یکی به زنگ زده بود و دوباره تماس میگیره و بازم کسی جواب نمیده. لحظاتی بعد دوباره همون شماره بهش زنگ میزنن و میگن که ما پرستار بچه‌مون رو استخدام کرده بودیم، اما الان لحظه آخری کنسل کرده و اگه حاضر باشی همین الان خودتو برسونی حاضرین پول بیشتری هم بهت بدیم. خب سامانتا هم که به شدت پول لازم داره قبول میکنه و سریع آدرس مکان ازشون میگیره. بعدم به بهترین دوستش میگان زنگ میزنه و میاد دنبالش تا به اونجا برسونتش. این نکته هم اشاره بکنم که امشب قرار ماه گرفتگی رخ بده. توی راه با هم دیگه صحبت میکنن و میگان میگه وقتی از اون کارو گفتی من رفتم همه تراکت های اونا رو کندم که کس دیگه جات استخدام نشه. خلاصه نشون میده که چقدر دوست خوبیه و چقدر دوستش داره. میگان میگه من میخوام باهات بمونم چون این آدرسی که گفتی خیلی به نظرم عجیب و دور افتاده است، اما سامانتا قبول نمیکنه و میگه نگران نباشی چه اتفاقی نمیفته. تو راه بعد گذشتن از قبرستون بالاخره به عمارت بزرگی میرسن که آدرس همینجاست. مردی به اسم آقای اولمن میاد بیرون و بهشون خوش آمد میگه و میرن داخل تا صحبت بکنن. براشون توضیح میده که ممنون اومدید امشب ماه گرفتگی و من میخوام با پسرم برم ماه گرفتگی و ببینم و اصلا استخدام شما برای پرستاری بچه نیستش. من میخوام مادرم مراقبت بکنه چون سنش بالاست و نیاز به کمک شما داره. و خب اولش سامانتا مردد میشه، اما وقتی مرد برای همین شب $400 پیشنهاد میده دختر با کله قبول میکنه. میگان سعی میکنه منصرفش کنه و میگه چقدر اینجا عجیبه، اما خب سامانتا پاشو توی کفش کرده که میخواد همینجا بمونه. بعدم هم میگان قول میگیره که 12:30 شب با ماشین بیاد دنبالش و از اینجا با هم دیگه برن. میگان که عصبانی هم شده سوار ماشین میشه و گاز میده و یکم جلوتر جلوی همون قبرستونه وامیسه تا سیگارش رو روشن کنه. اینجاست که یه مردی میاد پیشش و میزنه به شیشه و میگه تو همون پرستار جدید خانواده اورلانی؟ میگان هم میگه نه، دوستمه که اونجا پیادش کردم. مرد یه رفی بدون هیچ حرفی اسلحه‌ای میکشه و به سر میگان شلیک میکنه. برمیگردیم به عمارت. آقای اولمان به سامانتا نصف پولشو میده و میگه بقیه‌شو وقتی برگشتم پرداخت میکنم. یه مقدار دیگه هم پول میذاره و میگه برای شام امشب زنگ بزن برات پیتزا بیارم. بعدم شماره رستورانو براش میذاره و میگه زیاد مزاحم مادرم نشو. اون پس کاراش برمیاد اگه کاری داشت صدات میکنه و تو اینجایی که فقط از خونه مراقبت بکنی. لحظاتی بعد سامانتا میشنوه که آقای اورمن داره با کسی حرف میزنه و میگه که بالاخره پرستارو آورده و کارشون داره انجام میشه. همین لحظه میبینه که همسر آقای اورمن از زیر زمین میاد بالا. خب پس اورمن داشته با کی حرف میزنه و اینو نمیفهمه. همسر آقای اورمن هم یه کت تنش و میگه رفته بودم از زیر زمین اینو بیارمش. در آخرم آقای اورمن و همسرش سوار ماشین میشن و دوباره تاکید میکنن که مزاحم
مادر آقای اولمن نشه چون عصبی میشه. با رفتنشون اول سامانتا به دوستش میگان زنگ میزنه تا بپرسه رسیده یا نه، ولی خب تلفنش میره روی پیغامگیر و جوابی نمیده. به رستوران هم زنگ میزنه پیتزا رو سفارش میده و برای گذروندن وقتش میشینه پای تلویزیون. اخبار داره از همین ماه گرفتگی امشب صحبت میکنه و خب سامانتا که حوصله‌اش سر میره شروع میکنه به گوش دادن به آهنگ و رقصیدن برای خودش. یه لحظه دستش به گلدونی میخوره که میفته و میشکنه. در حالی که داره جمعش میکنه متوجه در کمد رو بروش میشه و با کنجکاوی باز میکنتش. اینجا یه عالمه لباسای همسر آقای اولمنه که خب براش عجیبه اگه لباساش اینجاست پس چرا رفته بوده از زیر زمین اون کتر رو بپوشه. یه دفعه دسته عکس هم پیدا میکنه که هیچ کدوم برای خانواده آقای اولمن نیست، از آدمهای مختلف. الان تو یکی از عکس‌ها یه خانواده جلوی ماشینشونن، ماشینی که همین چند لحظه پیش دید آقای اولمن و همسرش سوار شدن از اینجا رفتن. یکم ترسیده و میاد بیرون که ببینه ماشین واقعا همونه یا نه، که میبینه اونجا نیست، ولی به جاش یه ماشین ون پارک شده. میبینیم یه نفرم پشت این ماشینه، اما خب سامانتا متوجهش نمیشه. خیلی ترسیده و میاد داخل، دوباره به میگان زنگ میزنه و بازم جوابی نمیگیره. حالا یه رفیق صدای طبقه بالا میشنوه، چاقویی برمی‌داره و با ترس میره بالا، ولی قبل از اینکه وارد اتاقی بشه کسی زنگ میزنه و مجبور میشه بیاد پایین. دوربین میره داخل اتاق و میبینیم که جنازه همون خانواده‌ای که تو عکس جلوی ماشین بودن اینجا افتادن و به شکل یه مراسم شیطانی وسط یه ستاره قربانی شدن. سامانتا هم میره در باز میکنه و میبینه پیک و پیتزا رو براش آوردن. وقتی پیتزا رو تحویل میگیره میبینیم پیک همون کسیه که قبلتر به کله میگان شلیک کرده. سامانتا یه تیکه پیتزا رو برمی‌داره و همین که چند تا گاز میزنه میبینه یه مزه بدی میده. برای همینم هم حالش بد میشه و بقیه‌اشو میریزه دور. بعدم متوجه میشه پیکی که غذا رو آورده بود هنوز دم در وایساده. ترسش خیلی بیشتر شده. و با تلفن سعی میکنه به پلیس زنگ بزنه. وقتی نیروهای امداد جواب میدن سامانتا میبینه که اون طرف دیگه جلو در نیستش و خب از اون طرف هم خیالش راحت شده که پلیس پاسخگوئه. برای همینم هم یه کاری نداشتم و قطع میکنه. یه لحظه میره تو دستشویی که چیز عجیبی رو میبینه. توی وان حموم یه عالمه مو افتاده و اصلا معلوم نیست برای کیه. دوباره صدای از طبقه بالا میاد. این بار که از پله‌ها میره بالا میبینه صدا از اتاق زیر شیرونیه. چراغ رو میخواد روشن کنه که یه دفعه تمام چراغ‌های خونه کار میافتن و کاملا تاریک میشه. میبینه در اتاق زیر شیرونی باز میشه، یه نفر به سمتش میاد و همین لحظه سرش گیج میره. میفهمه پیتزایی که خورده همون یه ذره هم کارشو کرده و دارو داخلش بوده. قبل اینکه بتونه از خونه فرار کنه میفته زمین و بیهوش میشه. چشماشو که باز میکنه میبینه تو اتاق بسته شده و زیرش ستاره کشیدن. لحظاتی بعد آقای اولمن و همسرش میان داخل و پسری هم که دیدیم به عنوان پیک بود اون بلا رو سر میگان آورد میادش. اون پسر آقای اولمن و همسرش و اسمش هم ویکتوره. لحظاتی بعدم مادر آقای اولمن میاد با قیافه فوق العاده وحشتناک که انگاری صورتش رو داغون کردن. مادر میره طرف سامانتا، زخم رو دستش ایجاد میکنه و با جمجمه وحشتناکی که دستشه خون اون رو جمع میکنه. بعدم میره بالا سرش روی پیشونی و شکمش هم علامتهای شبیه ستاره به وجود میاره. سامانتا وحشت زده در تقلایه که یه دفعه ای موفق میشه دستش رو باز کنه. همون لحظه هم موفق میشه ضربه ای به مادر بزنه و با سرعت از اتاق فرار کنه. همین که داره میدوه یه رفیق جنازه دوستش میگان رو میبینه که از وحشت میفته زمین. نگاهش به چاقوی رو جعبه پیتزا میفته و اونم برمیداره که یه رفیق ویکتور میاد همینجا. اسلحه رو سمتش میگیره و بدون رحمی به شونه سامانتا شلیک میکنه. دختر افتاده زمین، ویکتور میاد سمتش که یه رفیق سامانتا بلند میشه و با چاقویی که دستشه گردن این مرد رو میزنه. مادر ویکتور هم میاد بیرون و با دیدن اون وحشت زده میشه و سامانتا هم همین لحظه میخواد از اتاق فرار کنه. سامانتا وسط فرارش یه رفیق میوفه زمین و حالا مدام توی ذهن چهره مادر آقای اولمن رو میبینه. انگاری نمیتونه اصلا جلوش حتی نگاه بکنه. به زخماش نگاهی میندازه و میبینه اونام دارن شکلشون تغییر میکنن و خیلی وحشتناک تر شدن. همسر آقای اولمن هم سر میرسه و با دیدن حال بعد سامانتا موفق میشه گیرش بندازه. اون یکم با خودش میکشه و یه رفیق جلوی پنجره وامیسته و شروع به صحبت به ماه در حالی که ماه گرفتگی رخ داده میکنه. سامانتا هم تو همین فرصت که به خودش اومده بهش حمله میکنه و موفق میشه با چند ضربه جون اونو بگیره. اصلاً یه پسر خانواده یعنی ویکتور هم برمی‌داره و سری با نیروهای امداد تماس میگیره. بعدم از خونه میره بیرون. حالا خود آقای اولمن دنبالشه که دوباره سامانتا با تصویرهایی که از مادر آقای اولمن میبینه حالش بد میشه. تو همین فرار به قبرستون میرسه. اونجا دوباره افتاده زمین که آقای اولمن میاد سمتش. سامانتا اسلحه رو سمتش میگیره و اولمن میگه برام اصلا مهم نیست جون منو بگیری. من فقط یه پیغام رسونم. اون تو رو پذیرفته. اون میخواد وارد تو بشه و هیچ راهی برای فرار ازش نیست. سامانتا خیلی عصبانیه. از همه چی بریده و یه رفی اصلا رو سمت خودش میگیره و ماشه رو میچکونه. سکانس بعد چشماشو باز میکنه و میره توی بیمارستانه. هنوز با اینکه به سرش ضربه خورده زنده مونده. پرستاری میاد سمتش و میگه نگران نباش، تو خوب میشی، همینطور بچه‌ای که توی شکمته. سامانتا با وحشت میفهمه انگاری داره بچه‌ی شیطان رو حمل میکنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم هاوس اف دیویل فیلم باکس آفیس و بیشتر برای سرگرمی دیگران این دوی نیست بخوام در موردش حرف زیادی بزنم. فقط میخوام به این اشاره بکنم که چقدر خفن میاد اون ترس رو با آدم انتقال میده. از این فیلم هاست که تا این مدتی پیخور باعث ترستون میشه
و درست جامپ اسکیل سرعت زیاد نداشته باشه، ولی به نظرم میگم علاوه بر سایکولوژیکال خوب میره تو مخ بیننده. همونطوری که گفتم پایان بندیش مشخصه، میگم نکته خاصی نداره بخوام ازش صحبت بکنم. فقط ازتون درخواست دارم که اگه فیلمی تو این مدل ها میشناسید که این مقدار خفن‌تر باشه، محتوای بیشتری توش باشه، لطفاً به معرفی بکنید. دوست دارم اینجور سبک فیلم ها رو، مثل فیلم آیز وایت شات، یا بخوام اشاره بکنم فیلم ریچوال، فیلم ها که کلا مراسمی طورن، یه چیزی رو اینطوری میخواد بهتون نشون بده. اگه میشناسید قطعا به معرفی بکنید، هم ببینم هم برای شما خلاصش رو بذارم، چون میگم جز فیوریت های ترسناک منه. یه بار دیگه هم میگم من توی کانال اصلی خودم دارم تحلیل و بررسی یه سری موزیکا رو قرار میدم. تازگی هم آهنگ آخرین وسوسه از سورنا رو قرار دارم که لینکش رو این بالا میذارم، اون آخرم براتون میادش. خوشحال میشم اونم ببینید. اگه دوست داشتید توی کامنتم بذارید که اون پیجم بره بالا. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.